کتاب ها در کتابخانه ها بوده است و در خانه های کسانی که گفتم از خانواده های فرهیخته سرزمین ما بودن. بر همین اساسه که شما در نظر بگیرید امروز خانم مایسان در هر گوشه جهان که کسی دکترا میگیره، لباس دکترایی که تنش میکنن هنگامی که میخوان اون نشان رو بهش بدن، یه عباس و سرش کلاهک، این لباس ابو علی سینا است. در دایره المعارف فرانسه قرن 18 که ما مراجعه میکنیم که ببینیم ریشه این لباسی که هنگام اخذ دکترا به انسان ها میدن از کجاست و چیست، میبینیم که لباس اویسن میگن، یعنی ابو علی سینا، یعنی مفتخر میشدن افراد وقتی به درجه دکترا میرسن که لباس ابو علی سینا رو بپوشن. این هست که در تمامی این زمینهای انسان ایرانی دارای امتیازاتی بوده و شناخت این امتیازات به بچه های ما کمک میکنه. خانم مایسان، من میخوام، دلم میخواد از شروین عزیز که حتما ما رو میبینه، شروین تقوی، یاد بکنم. لاریجانی یکی از جوانان ایرانی است، 18 ساله بود در پاریس. در پاریس از صدا انرژی اختراع کرد. عجب. از صدا انرژی اختراع کرد. رئیس جمهور فرانسه به حضور پذیرفتش، صدر اعظم سوئیس ایشون رو به حضور پذیرفت، نازا در امریکا به مجرد اینکه آگاه شد از وجود شروین، شروین رو دعوت کردن، الان در اینجاست، داره فعالیت میکنه. این جوان و جوانهای دیگه به خود من گفتن نخستین هنگامی که ما پی بردیم که کیستیم و چیستیم و از چه تاریخ 7000 سالی ما داریم میایم، اونجا بود که گفتم من باید ایرانی بودن و خودم رو نشون بدم آفری. در بعد دیگری این هویت شروین ها رو برای ما میسازه. من درسته آیا ارسطو، ما از گفتگو کردن با شما سیر نمیشیم و امیدوارم که در پاریس در خدمتتون بیشتر باشیم، بتونیم بعد گپ و گفتگوهای طولانی داشته باشیم. خوشحال شدم خانم مایسان، گفتنی بسیار داریم در این برنامه، دوستان با ما باشید.